آفرین من، ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، تو کشور منی، تاج سر منی، من کودک تو، درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من میذاره با مهمانانی که عزیزی که دعوت میکنم مطالب روز و تحلیل روز رو خدمتتون ارائه میکنم. از جناب مهندس فرزاد سپاسگزارم در اتاق فرمان که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه به سالن برم و به مهمانان خوش آمد بگم، چند تا هدلاین رو خدمتتون میگم که علاوه بر اون چیزهایی که در برنامه امروز تهیه کردم از با توسط مهمانان عزیز، اگر که فرصت بشه به این مطالب هم خواهم رسید، ولی اگر که نشد حداقل مطالب رو مطرح کردن. همینطور که احتمالاً خبر دارید، به تیم فوتبال ملی ایران برای آمادگی با تیم ملی کانادا که هر دو وارد جام جهانی شدند، یک مسابقه دوستانه در 5 جون در شهر ونکوور اجرا خواهند کرد که باعث جنجال و هیاهوی زیاد شده که بعداً خدمتتون خواهم گفت. دیگه اینکه صحبت از این هست که یک برنامه نام عرابه آتش، بزرگترین رزمایش آمریکا و اسرائیل در پایان ماه می، که ماهی که توش هستیم، برای حدود 1 اجرا خواهد شد و این یک در حقیقت هشداری هست به جمهوری اسلامی. از این طرف هم میخوام بگم که دولت انگلیس گفته که شهروندانشون به ایران مسافرت نکنن. در مورد اینم بازم ممکنه صحبت خواهیم کرد. خانم به نام النا دوهان، شهروند بلاروس، از طرف سازمان ملل به ایران آمده برای تحقیق در اثرات تحریم در ایران، که البته راجع به اینم اگر فرصت بشه صحبت خواهیم کرد، برای اینکه واقعا ناجوانمردانه هست که برای 17 سال به کنشگران حقوق بشر اجازه ندادن ولی برای این کار اجازه دادن. راجع به موضوع باز هم اگر فرصت بشه صحبت خواهیم کرد. به سالن میرم و مهمانان عزیزمون رو امروز معرفی میکنم. خانوم ناهید حسینی از لندن در خدمتشون هستیم. درود میگم خانوم حسینی، باز هم خوش آمدید در این برنامه. من هم عرض سلام و ادب دارم حضور شما و آقای کنگرولو گرامی و همینطور بینندگان برنامه شما. دکتر کنگرولو گرامی، باز هم سپاسگزارم به شما، خیر مقدم میگم، تشکر میکنم که در این برنامه شرکت کردین و مهمانان بینندگان عزیز ما از نظرات شما آشنا میشن. خوش آمدید دکتر. سپاس از دعوتتون و درود به شما و خانم ناهید حسینی عزیز. بله، من میخواستم که خانم حسینی با شما شروع بکنم. برای این اعتراضاتی که در ایران هست، جنبش معلمان که بسیار بسیار فوق العاده با برنامه بدون اینکه رهبریتی داشته باشن یا حداقل رهبرانی که دارن برای ما مشخص نیست، کار فوق العاده ای کردن و ظاهرا ادامه داره. چون میدونم شما در امور آموزش پرورش خیلی دستاندرکار هستین و کتابی هم راجع به این موضوع نوشتین در مورد زنان، میخواستم که نظر شما رو و اون آخرین خبرهایی که میتونیم به بینندگان ما بدین و حتی احیانا اگر آخرین خبرهای برای دستگیری های معلمان و
کارگران دارین، خواهش میکنم بفرمایید. حتما ممنون از شما. ببینید آقای افشین جمع گرامی، من سالهای قبل به این موضوع فکر میکردم که اگر در ایران تغییری بخواد به وجود بیاد و ما از شر جمهوری اسلامی راحت بشیم، سه عنصر ما نیاز داریم. یکی این که معلم ها حرکت بکنن، دوم این که زنان فعال باشن، سوم این که ما قانونمند حرکت بکنیم. من خوشحالم که بگم امروز من این سه تا عنصر رو در مبارزات جمعی مردم ایران میبینم. معلمان الان حدود 8-9 ماه هستش که شروع کردن به اعتراضات سراسری، البته به عنوان فعالیت‌های صنفی، ولی وقتی من نگاه می‌کنم به شعارهایی که در طول این تجمعات میدن، عمیقاً دست می‌ذاره روی نیازهای خانواده‌ها، روی نیازهای دانش آموزان و همینطور نیازهای خودشون، و رژیم تلاش کرد که این رو خلاصه بکنه در به اصطلاح مشکلات معیشتی، ولی معلم‌ها گفتن ما فقط برای خودمون تو خیابون نمیاییم، ما آموزش رایگان میخواییم، عدالت آموزشی میخواییم، رتبه بندی میخواییم و مسائلی رو، آزادی معلمانی که در زندان هستن میخواییم. یعنی در واقع عمیقا دست گذاشتن روی مطالباتی که میتونه هر نفر در جامعه یک چیزی رو از اون در خودش ببینه، چون معلمان حلقه ارتباطی هستن بین خانواده، جامعه و دانشجویان. حتی در نتیجه کار بزرگی کردن. جنبششون جنبشیه که شما در اول صحبتتون گفتین رهبری ندارن، ولی من معتقدم این جنبش رهبری داره، سخنگو داره، ساختار داره، شعارها از قبل تعیین شده است، میدونن چی کار دارن میکنن. و وقتی من تو جلساتشون همینطور به عنوان یک فرد مشتاق شرکت میکنم، میبینم که چقدر معلمان ما در کلاب هاوس منظورم هست، آگاه هستند، با عقلانیت برخورد میکنن، رفتار میکنن، در قبال کشورشون احساس مسئولیت میکنن. خب به طور طبیعی این همه حسنایی که جنبش معلمان داره، اشکالاتی هم وجود داره. مثلا دو نظر در بینشون هست، یک عدهشون اصلاح طلبن، میخوان در این رژیم بمونه و به هر حال به خواسته هاشون برسن، که اونها هم الان در فکر هستن که چیکار باید بکنن. یا اینکه میبینیم که خب حکومت جمهوری اسلامی تلاش داره اختلاف بندازه بین معلم ها. تا به حال 110 نفر تا به امروز دستگیر شده داشتن، بسیاری از اونها آزاد شدن، ولی کسانی که عنوان مسئول یا عنوان رهبر در تشکل صنفی معلمان دارن، اونها رو در زندان نگه داشتن. و حتما خبر دارید اخیراً دارن یک سناریوی درست میکنن برای مثلا کسی مثل آقای بوداقی که خب سخنگوی این تشکل صنفی هست و خیلی هم محکم میسته روی خواسته هایی که دارن. دو در واقع توریست فرانسوی که به ایران رفتن، اونها رو چسبوندن به جنبش معلمین که اومدن بهشون خط بدن. خب این یک توهین بزرگه. جمهوری اسلامی کم مردم ما رو تحقیر نکرده، ولی واقعا معلم ها حقشون نیست اینجوری باشون برخورد بشه. در نتیجه الان تعدادی در زندان که اونهایی که فکر میکنن که میتونن رهبری بکنن، میتونن سازماندهی بکنن، میتونن صحبت بکنن، حتی با تلویزیون خارج از کشور مصاحباتی داشتن، اونها رو زیر ذره بردن، در زندان هستن. و حتی بعضیا که واقعا هیچ کاری هم نکردن، ریختن تو خونه شون دستگیر کردن. به هر حال الان ما در یک وضعیتی هستیم که من فکر میکنم که اعتراضات معلمین ادامه پیدا میکنه و جمهوری اسلامی در مقابل مطالبات اونها که تا به حال فقط قول داده و هیچ عمل نکرده، معلمان مبارزاتشون رو ادامه میدن. بله، خیلی ممنون. دکتر کنگلو، در همین رابطه اگر مطلبی دارین اضافه بکنین به صحبتهای خانم حسینی. ولی سوال بعدی من در این مورد این هست که وضعیت معیشت مردم، یعنی
اون چیزی که امروز بهش میگن قوت لایموت، یعنی فقط مثل که قرن نون دارن میخورن. حالا من راجع به اون آقای آیت الله طباطبایی که در اصفهان هست صحبت نمی کنم، ولی گفته بودی که اگه نون ندارن خب یه چیز دیگه بخورن، همون داستان معروف که می همه اطلاع داریم. صحبت پرسش من دکتر این هست که آینده ایرانیا، کودکان و کسانی که آینده ایران می سازند با این عدم نوتریسین که میتونن ندارن الان، چه اثرات دهشناکی در آتیه فرزندان این کشور خواهد گذاشت؟ این از نظر شما محقق هستین، پژوهش هستین و راجع به مسائل مختلف از جمله تخصص شما اعصاب هست، این سوال رو به خصوص برای شما دارم که نظرتون بفرمایید. جمهوری اسلامی تنها از جنبه عملکرد اقتصادیش نیست که ضرر عظیمی به مردم ایران به طور کلی و به جوانان و کودکان به طور ویژه میزنه، برای اینکه در دهه اول زندگی مغز انسان طوری گسترش پیدا میکنه، طوری توسعه پیدا میکنه، طوری رشد پیدا میکنه که فضایی که انسان در اون فضا زندگی میکنه، حتی عواملی مانند استرس، مانند نگرانی، مانند اضطراب، مانند کیفیت فیزیکی زندگی، مانند عدم قطعیت از آینده، سرنوشت نامعلوم، این همه این احساسهایی که از طریق پدر و مادر، نگرانی های پدر و مادر به فرزندان منتقل میشه، اینا میتونه در رشد مغز افراد، بچه ها مخصوصا، اثر بذاره و یک قابلیت های عظیمی رو از جامعه در مقیاس های بسیار وسیعی انکار بکنه. این یک تهدید واقعا جدیه. این تنها یکی از تهدیدهای دراز مدت جمهوری اسلامی نسبت به نسل ایرانی هست. حالا من نسبت به کارهای دیگهی که جمهوری اسلامی کرده، ضدیتی که با ملیت ما، با فرهنگ ما داره، عدم تجانسی که با دنیای مدرن داره، نوع تفکری که نسبت به مسائل امروز دنیا داره، به طور کلی عدم قابلیت درک مسائل امروز، مسائل امروز دنیا، و به خاطر عدم قابلیت درکشون مواضع عجیب و غریب گرفتن و منابع کشور رو حول اون تحلیل هایی که میکنن، حول اون نگرشی که به واقعیت های دنیای مدرن دارن خرج کردن. واقعا این اتفاقاتی که امروز داره میفته در حقیقت از اواید همون کاره، یعنی حکومتی که به هیچ وجه قابلیت درک واقعیت های دنیای امروز رو نداره، حکومتی که چون قابلیت نداره، وقت حالا نه تنها قابلیت درک واقعیت‌های دنیا رو نداره، چون یک نسخه خاصی از حقیقت در دستشون هست، فکر میکنن که اون به خاطر اتکا به اون نسخه به هیچ وجه من از وجود دیگه احتیاجی به درک دنیای واقعی ندارن و اون تفاوتی که بین ایدئال‌های خودشون که ناشی از اون نسخه کتاب مقدسشون هست با واقعیت‌های دنیای خارج رو تخاصم تلقی میکنن. و این کلمه دشمن که از دهن آقای خامنه‌ای نمیفته دقیقاً به خاطر همینه، به خاطر تفاوت مدلی که در ذهن ایشون هست که باید دنیا اداره بشه و اون نوعی که دنیا داره اداره میشه، چون نمیتونه دنیا رو بفهمه و به علاوه اون فکر میکنه که اون مدل اون باید بر دنیا برقرار بشه. این شکاف عمیق بین تفکرات و ایدئال‌های حکومت و واقعیت‌های دنیای مدرن این وضعیت رو در ایران ایجاد کرده که امروز ما داریم میبینیم. خوشبختانه این اعتراضاتی که شما نسبت بهشون حرف زدین، این اعتراضات مقدار زیادی واقعا نشان دهنده آگاهی مردم هست از حقوق خودشون و از اینی که چه چیزهایی امکان پذیره برای تغییرات ایدئالی که در ذهن مردم ایران وجود داره. انسان‌ها به طور کلی موقعی اعتراض میکنن که بدونن نتیجه اعتراض تغییره و این اعتراض کردن به طور جمعی، مخصوصا اعتراض صنفی کردن، یک عمل مدرنه. در تاریخ 1000 سال پیش و 500 سال پیش همچین چیزی وجود نداشته که انسانهایی که مثلا معلمها، کارگران، زنان، اقلیتها
یا دیگران دانشجویان به حول یک اهداف خاصی، حول یک ایدالای خاصی جمع بشن و روی مقطع مشترک منافعشون که بعضی وقتا میتونه منافع صنفی باشه و بعضی وقتا میتونه منافع سیاسی باشه، اینا بتونن با همدیگه انرژیش رو به همدیگه متصل بکنن اگه و کار انجام بدن و به اهدافشون برسن. خب ببینید، هر اعتراضی یک انقلاب کوچکه. یعنی موقعی که شما با قدمهاتون، با تعدادتون، یعنی توان خودتون رو در تعدادتون میبینین و تعداد خودتون رو در هماهنگ کردن اهدافتون میبینین، این واقعا یه روش بسیار مدرنه برای تحولات عظیم اجتماعی و ما داریم میبینیم که مردم ایران به این اتکا دارن. یعنی اگر جمهوری اسلامی اجازه بده، مردم ایران با مسالمت آمیزترین وسایل ممکن که نافرمانی مدنی هست میتونن بزرگترین تحول رو و یک گذار مسالمت آمیز به دموکراسی رو در ایران انجام بدن. منتها جمهوری اسلامی از اتحاد مردم میترسه، از پیوستن به دنیای مدرن که هدف اصلی همه این اعتراضات هست. هدف اصلی مشکل، یعنی در حقیقت مشکل اصلی بین مردم ایران و جمهوری اسلامی اینه که ملت ایران میخوان به قافله کشورهای متمدن و خوشحال بپیوندن. جمهوری اسلامی یک مدلی داره که متعلق به گذشته است و 43 سالم منابع ما رو خرج کرده تا بتونه اون مدل رو در روی زمین پیاده کنه و شکست فجیعی خورده. این شکست فجیعی که خورده او رو قانع نمیکنه که حداقل به ملت بپیونده، یا اگر نمیپیونده صدی در مقابل تلاش ملت برای ساختن یک ایران ایدئال برقرار نکنه. به هر صورت هر تلاشی که بکنه، هر چقدر که نیروهای امنیتی خودش رو، هر چقدر که نیروهای سرکوبگر خودش رو به کار بگیره که جلوی این جریانی که جلوی این کاروانی که به راه افتاده و هر چی که جمهوری اسلامی تلاش بکنه واقعا ارز خود میبرد و زحمت ما میدارد، ولی اون چیزی رو که دلش میخواد، اون ایدئال و اون مدینت و نبی رو که میخواد، اون جامعه صدر اسلامی رو که میخواد، هرگز در ایران امکان پذیر نیست. در عربستان سعودی که مهد واقعا آفرینش و پیدایش اسلام هست امکان نداره. ببینید رهبران عربستان سعودی، رهبران امارات متحده، رهبران کویت و تمام کشورهای عربی که از آقای خامنه‌ای بیشتر واقعا خادمین حرمین شریفین هستن، نتونستن جامعه صدر اسلام رو در اونجا پیاده کنن و به مدرنیزاسیون رو آوردن. الان در عربستان سعودی و در امارات و در دبی و کویت واقعا اقدامات مدرنیزاسیونی که انجام میشه بسیار بسیار، من خیلی متاسفم که اینو بگم، بسیار بسیار از ایران جلوتره. ایرانی که 40 سال پیش اصلا در مقایسه با ایرانی که ما 40 سال پیش داشتیم، این جوامع واقعا جوامع بدوی بودن، ولی متاسفانه به خاطر اینی که جمهوری اسلامی قافله ما رو به طرف تمدن متوقف کرده، اینا از ما جلو افتادن. ولی جمهوری اسلامی هیچ شانسی برای پیروزی نداره و بهتره که این موانعی رو که جلوی معلمان، جلوی دانشجویان و جلوی کارگران واقعا برافراشته رو بر بچینه. شاید شانسی اسلام برای ایران بعد از جمهوری اسلامی داشته باشه. بله، دکتر کنگلی راجع به عربستان و برنامه‌های آینده‌شون گفتیم. من یک مطالعه می‌کردم روی برنامه‌های 2030شون سال 2030. واقعاً عجیب بود برای من. واقعاً برنامه‌هایی که می‌خوان پیاده بکنن برای 2030 اصلا فوق‌العاده. برگردم به صحبت دیگه خانم حسینی، پیرو به صحبت‌هایی که دکتر کنگلو کردن، با این وضعیتی که ما داریم، آقای خامنه‌ای الان سال‌هاست فشار میاره برای افزایش جمعیت به تعداد مثلا 150 میلیون و واقعاً اگرچه نگاهی برای اون آمار و ارقامی که یک کشور باید داشته باشه برای ازدیاد جمعیت و جوانگرایی وارد اون نمیشن، برای اینکه بحث جداگانه ای، ولی میخواستم نظر شما رو راجع به این موضوع داشته باشم. نظر بعدی هم که
به صورت خلاصه میخواستم از شما بپرسم که به برنامه نکات دیگه ای هم برسیم، اینه که به نظر شما به کجا معلم ها به کجا میرن، به کجا میخواهند رفت، نظرتون چی است؟ ولی قبل از اینکه این پرسش هایی که الان من کردم پاسخ بدین، یک ویدیو یک دقیقه و نیم هست با هم میبینیم، فریاد یک کارگر رو با هم میبینیم و برمیگردیم. بله، البته این ویدیو رو یه ویدیو دیگه هست مورد نظر ما است، اونو بعداً با هم دیگه خواهیم دید، ولی برگردیم به پرسشی که از شما داشتم. بفرمایید، خواهش میکنم. بگذارید ابتدا در مورد معلم ها بگم، بعد بریم سر موضوع افزایش جمعیت. در مورد معلمین، من فکر میکنم با توجه به این که شاید میشه گفت خیلی دیرتر از بقیه جنبش ها شروع کردن، ولی خیلی خوب شروع کردن، به نظر من ادامه خواهند داد و ما میتونیم امیدوار باشیم به این که اگر معلمین بتونن متحد بشن با جنبش های دیگه، مثل جنبش کارگران، مثل بازنشستگان، کلان بازنشستگان در روز یک شنبه دوباره یک فراخوان دادن و میان بیرون، معلم ها هم دو تا بیانیه دادن، یکی در مورد همین اتهامی که بهشون زده شده و خب خودشون هم میدونن واقعا دارن براشون کیس درست میکنن که این افرادی که در زندان هستن اونها رو نگه دارن، بهشون زندان بدن، و یک بیانیه هم دادن در مورد به اصطلاح بیانیه دیگه شون الان یادم نیست دقیقا، ولی یادم افتاد میگم در چه موردی هست، ولی دو بیانیه دادن. میخواستم اینو بگم که مبارزاتشون رو ادامه میدن و تا زمانی که به خواسته هاشون نرسن، تا اونجایی که من دیدم، تا اونجایی که خوندم، میبینم که کوتاه نخواهند اومد. ولی اینکه با معلمین ما بتونیم به جایی برسیم، من فکر میکنم که این یک بخش قضیه است. معلمین در ایران نیاز به حمایت دارن، به خصوص حمایت خانواده ها و دانش آموزان. صحبتی که در بینشون بود این بود که مثلا قدم بعدی مبارزاتشون که تا به حال تجمع بوده در مقابل مجلس یا در مقابل ادارات آموزش پرورش، قدم بعدی چی خواهد شد. خب فکر میکردن که امتحانات رو کنسل بکنن، ولی خب الان دیر شده، در نتیجه باید راه دیگه پیدا بکنن، به دنبال تاکتیک های جدیدی برای مبارزه هستن. ولی خب میخوان همونطوری که آقای کندرلو هم اشاره کردن، بعضی موقع میبینیم که مبارزات صنفی خیلی خوب میتونه جوابگو باشه، چون در واقع شیوه مبارزه نوین الان همینه، شما میدید مسئله تو مطرح میکنی، انقدر ادامه میدی تا بهش میرسی، حالا گاهی اوقات ممکنه به اون هدف نرسی، ولی در مقطعی دیگه میشه هم اون شعار رو تغییر داد، میشه شیوه مبارزه رو تغییر داد تا بالاخره بتونی به خواستت برسی، و این بهترین شیوهی هست که الان ما میبینیم در ایران به شکلهای مختلفی دارن انجام میدن و خودشون هم اصرار دارن سر این که در چارچوبه قانون دارن حرکت میکنن. علیرغم اینکه این رو میگن، علیرغم اینکه میگن مبارزات ما صنفی هست، ولی رژیم با توجه به ترسی که از کوچکترین گرد همایی مردم، حالا چه معلم، چه کارگر، چه زنان، چه بازنشستگان باشه، واهمه داره، چون خودش محکم نیست، در نتیجه به دنبال به هم زدن، به دنبال تهمه زدن، به دنبال از هم پاشیدن اونها هست. چیزی که به نظر من میرسه ادامه پیدا میکنه و به نظر من در مراحل بعدی خانواده ها حمایت خواهند کرد، دانش آموزان به خیابون خواهند اومد و این طول میکشه، ولی به هر حال یک پروسه هست که محکم دارن پیش میرن و من آرزوی موفقیت براشون میکنم، چون چشم میلیون ها ایرانی به این حرکت و اعتراض معلمین دوخته شده. در مورد افزایش جمعیت، میدونید همین خبری که من دیروز میخوندم، حدود 400 هزار سقط جنین، باور کردنی نیست، 400 هزار سقط جنین گزارش شده. خب ببینید، مردم نمیخوان بچه دار بشن، چرا؟ برای اینکه نه
سقفی رو سرشون دارن، نه شغلی دارن، نه پولی دارن، نه غذایی دارن، چجور بیان این زندگی سخت رو به بچه هاشون تحمیل بکنن؟ و رژیم چرا این کار رو میکنه؟ چرا میگه که باید جمعیت افزایش پیدا بکنه؟ دو هدف داره. یکی این که زنها رو خانه نشین بکنه، برای اینکه پاشنه آشیل این رژیم زنهای ایرانی هستن، و یکی هم این که خب جمعیت مسلمان رو زیاد بکنه که اگر جنگی صورت بگیره بالاخره نیرویی که برای جنگ بفرسته یا آینده رو در نظر بگیره خب داشته باشن. اما واقعیت این هستش که در دنیای امروز شما نمیتونید به کسی بگید، علی‌رغم این که ممکنه جمعیت ایران از نظر سن متوسط بالا باشه که من یکم شک دارم روی این موضوع، ولی نمیتونین مردم رو مجبور بکنین، چون هر کسی اجازه بدن خودش دست خودش هست، نمیشه مجبور کرد با این همه زور، با این همه به اسلام موانعی که برای زنها و حتی مردها ایجاد کردن بخواد جمعیت رو افزایش بدن. وقتی که آب نیست، وقتی که خاک همه جا هست، نمیشه نفس کشید، نمیشه آب پاکیزه نوشید، نمیشه غذای سالم داشت، یک حکومت باید مغزش رو اجاره داده باشه که از مردمش بخواد جمعیت بیشتری داشته باشه. الان جمعیت کشور ما 83 میلیون نفر ما جمعیت داریم. خب آیا این حکومت تونسته برای اینا کاری بکنه؟ آموزش خوب داریم، بهداشت خوب داریم، امنیت در کشور وجود داره که شما بخواید تعداد جمعیت رو اضافه بکنید؟ در نتیجه من فکر میکنم که مردم جواب خوبی دادن، به خصوص خانم ها، و اینکه خب سخت جنین هم میکنن، به هر حال این یک جوابی در قبال اون برنامه بسیار غلط حکومت است. بله بله، درست درست میفرمایید. دکتر کنگلو، راجع به پرسش من از خانم حسینی، اگر میخواین چیزی اضافه بکنین بفرمایید. و قبل از این میخواستم یک اون ویدیو که مورد نظرم بود جناب فرزاد برای ما بذاره، بعد برمیگردیم به این پرسش و سوالاتی که مربوط به مسائل اپوزیسیون هست که من از شما خواهم داشت. جناب فرزاد، خواهش میکنم بفرمایید. چگونه جوابگوی زندگی من باشه؟ 60% هزینه های زندگی کارگر، آقای دکتر، هزینه یه بحث اجاره برهاش میشه. همه مسئولین میدونن چرا کپ مثل کپ سرا با وقت کردن. بابا تا کی ظلم؟ تا کی ستم؟ تا کی میگیرید آقا قوانین باید اصلاح بشه؟ قوانین مشکل داره. آقا بنده بندی 40 سال یه خونه یه 60 متری دارم، من این رویه میگم. بچه 26 ساله دارم، یه بچه 22 ساله دارم، هر روز دقیقه یه فرنامه دارم. باید این مصوبه باطل بشه. این جناب آیت الله رئیسی، من از همین الان میگم، اگه من کارگر نباشم، من رویه میگم، پلیس امنیت نداره، دادستان امنیت نداره، قابل زندگی نیست. اگر یک ساعت زباله شهر جمع آوری نشه چه اتفاقی میفته؟ چرا 24 سال میگذره؟ اما کامجرم استثمار کشیدی، ما استخونمون نشکسته دیگه، در حال له شدنی، نابودی جامعه کارگری به دست مسئولینه، نالایق، بیکفایت و خیانتکار. خونواده ها دارن طلاق میگیرن، فساد، بزهکاری، استرس، استثمار، بردگی. بیاید یه حلقه به گوش من کارگر آویزون کنید. من این ویدیو رو چندین بار دیدم و تمام صحبتهایی که واقعا این کارگر در عرض 1 دقیقه و 30 ثانیه گفت، درد مردم رو گفت. و امیدوارم که افراد مثل این بیشتر باشن و بیان حرفشون رو بزنن. وقتی که افراد اینطوری میان صحبت میکنن، یعنی واقعا جانشون رو روی کف دستشون گذاشتن، دیگه براشون هیچی مهم نیست. برای وقتی که گرسنه هستن، اون پدری که رفته بود شیر خشک دزدیده بود برای فرزند نوزادش،
من کاملا درک میکنم. و این موضوع که گفت پلیس امنیت نخواهد داشت، مردم امنیت نخواهند داشت، و واقعا ما داریم به اونجا میرسیم. دکتر کنگلو، خواهش میکنم اگه میشه راجع به این دوتا موضوع و این ویدیو اگر مطلبی دارین خواهش میکنم بفرمین، و اگر خیر من میخواستم راجع به رهبران اپوزیسیون صحبت بکنیم و راجع به موضوع دولت در تبعید. الان مطالب زیادی راجع به این موضوع داره مطرح میشه در جاهای مختلف. من میدونم شما راجع به این موضوع بسیار کین هستین، راجعش خیلی علاقه دارین و تعقیب میکنین. در این مورد اگه ممکنه خواهش میکنم بفرمین، و بعدم از همین سوال رو از خانم حسینی خواهیم داشت که نظراتشون رو بدن. بفرمین. بله، جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابلیت حل بحرانهایی که خودش تولید کرده رو نداره. اگر میداشت بسیار بسیار زودتر حلش میکرد. جمهوری اسلامی یک حکومت جهان وطنه. دنیای مدرن به کشورهای به نیشن استیت ها تقسیم شده که این نیشن استیت ها همشون بر اساس حق حاکمیت ملی که اون رو از کرامت انسانی فرد شهروندانشون قرض میگیرند. اونها به شهروندانشون کرامت انسانی نمیدهند. حق در جامعه، در جوامع مدرن متعلق به انسان هاست، متعلق به شهروندانه، و این شهروندان در یک قرارداد اجتماعی با منتخبین خودشون، منتخبین واقعی خودشون، این حق حاکمیت ملی رو، یعنی که بر اساس و روی ستونهای کرامت انسانیشون بنا نهاده شده، به یک نمایندگانی، به یک افرادی قرض میدن برای اینکه جامعه رو از جانب مردم و به نمایندگی از مردم برای حفظ منافع مردم و اعتلاء جامعه اداره کنن. این تعریف دنیای مدرنه، تعریف هر کشوریه، تعریف نوعی که تمام کشورهای دنیا اداره میشن به جز جمهوری اسلامی، که چون اعتقاد به ملت نداره بنابراین نمیتونه اعتقاد به منافع ملی داشته باشه. چون اعتقاد به منافع ملی نداره نمیتونه مرزها رو به رسمیت بشناسه. به همین خاطره که در ردیف بودجه جمهوری اسلامی اول حق حسن نصرالله پرداخت میشه، اول حق تروریست‌ها و بودجه تروریست‌های منطقه پرداخت میشه، اول حق و بودجه حوثی‌های یمن پرداخته میشه یا تروریست های داخل عراق پرداخته میشه، و تمام 66 تا گروه تروریستی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا همه رو ازشون حمایت مالی و سازمانی میکنه. بنابراین موقعی که شما منابع یک کشور 85 میلیونی رو بردارید و میونه این جمعیتی بسیار بزرگتر از ملت ایران، اون جمعیتی رو که جمهوری اسلامی زیر پر و بال خودش گرفته و داره ادارش رو میکنه، تقریبا میشه گفت جمعیت خاورمیانه است، حداقل شیعیان خاورمیانه است که جمعیتی حدود 140 میلیون نفره. خب این حالا اگر منابع ایران به طور مساوی هم بین این 140 میلیون نفر تقسیم میشد که نمیشه، که اگر اونجوری هم بود بازم نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق ملت ایران و نقض مشروعیت جمهوری اسلامی بود، اگر اونجوری بود بازم هنوز وضع ملت ایران بهتر بود. ولی تقدم و تأخری که جمهوری اسلامی در برآورده کردن نیازهای تروریست‌های خودشون برای اینی که به اونا به عنوان ابزاری برای گسترش سلطه خودش بر دنیایی که او دنیای اسلام تلقی میکنه میبینه، برای مبارزه و به مبارزه طلبی مثلا اسرائیل یا شاید هم به عربستان سعودی، اینا نکاتی هستن و مسائلی هستن که در رأس امور و توجه جمهوری اسلامی برای سیاست خارجیش هست. حالا مردم ایران باید اینو بدونن که من فکر کنم به تدریج دارن به این آگاهی پیدا میکنن و آگاهی خودشون رو به همین اعتراضها و با فعالیت‌های مدنی که داریم میبینیم یواش یواش دارن به منصه ظهور میذارن. مردم ایران باید بدونن که اون کسی که فریاد بر سر مسئول حکومت جمهوری اسلامی میزنه داره فریاد بر سر کسی میزنه که اصلا حق تصمیم گیری نداره، یا در سلسله مراتب تصمیم گیری به قدری در رده های پایینه که اصلا محلی از اعراب نداره در گفتگوی با یه همچین اشخاصی. جمهوری اسلامی یک حکومتیه که
به وسیله خواستهای یک نفر و به وسیله جهانبینی یک نفر اداره میشه، بقیه کسانی که انواع و القاب بسیار رنگارنگ و پرتمطراقی دارن تمامشون کارگزاران علی خامنه‌ای هستن. جمهوری اسلامی حکومتیه که تا علی خامنه‌ای از مصدر قدرت به زیر کشیده نشه تمام این مسائل، تمام این فریادهایی که کارگران میزنن، دانشجویان میزنن و هر کسی که توی ایران از وضع زندگی خودش ناراضی هست میزنه، تمام رشته امور و اون دلیل اصلی از بین رفتن اعتبار جهانی ایران، از بین رفتن وضعیت موقعیت اقتصادی که ما 40 سال 45 سال پیش داشتیم، علی شخص علی خامنه ایه. بنابراین باید تمام پیکانهای ما به طرف علی خامنه ای، به طرف ولایت فقیه، به طرف قانون اساسی و به طرف نوعی که این حکومت اداره میشه و ساختار قدرت رو در میون خودش بازسازی کرده، باید به اون طرف رو برخورد بکنیم. و الا حرف از اینی که جمعیت کمه یا جمعیت زیاده یا حقوق کارگر 10% بالاست یا 30% پایینه، ممکنه که یه مقداری متزلزل بکنه پایه های حکومت رو، ولی به وسیله در وسایل سرکوبی که در دست حکومت هست، تا زمانی که علی خامنه ای این نوع کشور رو اداره بکنه، امت اسلامی رو بر منافع ملی ترجیح میده، سپاه پاسداران رو بر تمام مسائل امنیتی ایران حاکم و قائل کرده به جای اینکه ارتش ملی ما وظیفه نگهداری از مرزهای ما رو داشته باشه، این مسئله ادامه پیدا میکنه. در مورد کاهش جمعیت باید به شما بگم که کاهش جمعیت مسئله ایران فقط نیست. کاهش جمعیت در دنیا، یکی از دلایل اصلی کاهش جمعیت آزادی زنانه. زنان آزاد شدن، دیگه حاضر نیستن 7 تا 8 تا 9 تا بچه بیارن و به قول خانم حسینی کسانی بشن که به خاطر بچه دار شدن در خانه حبس بمونن. بنابراین یعنی اندازه کوچک خانواده یکی از وجوه مدرن دنیای ماست. دیگه در دنیا، حداقل در دنیای مدرن، شما کسی رو نمی‌بینید که 12 تا بچه داشته باشه یا 8 تا بچه داشته باشه. این آرزو رو آقای خامنه‌ای و تمام کسانی که میخوان گوشت دم توپ برای تضاد خودشون با دنیای مدرن درست بکنن، که هدف اصلیش از ازدیاد جمعیت دقیقا همینه، این آرزو رو باید به گور ببرن. تازه کشورهای مسلمانی که جمعیت بسیار بالایی هم دارن، شما به فلاکتشون نگاه کنید، به بنگلادش نگاه کنید با 200 میلیون جمعیت، به پاکستان نگاه کنید با 180 میلیون جمعیت، آخه کجا کدوم اطلاع جهان اسلام رو تونسته پاکستان باعثش بشه؟ بنگلادش چه شهرتی، چه اعتباری، چه پرستیژی برای دنیای اسلام درست کرده؟ نیجریه یک کشور پر جمعیت اسلامی دیگه چه گلی به سر امت جهانی اسلامی زده که آقای خامنه‌ای میخواد مثلا جمعیتی قابل مقایسه با نیجریه و بنگلادش و پاکستان داشته باشه؟ این ببینید، تمام دلیل مشکلاتی که ما در کشور داریم همون حرفی هست که من در ابتدا دادم. ایشون یک مجموعه ای رو فرض میکنه، حکم تلقی میکنه، حقیقت از آسمان به دامن ایشان افتاده تلقی میکنه و میخواد تمام دنیا رو تغییر بده، بافت جمعیتی ایران رو تغییر بده، نوع رابطه ما رو با همسایگانمون تغییر بده، وضعیت اقتصاد رو تغییر بده، شکل و شمایل زنان ما رو تغییر بده. همه چیزهایی رو که باعث نارضایتی مردم شده به خاطر اینه که ایشون داره سعی میکنه ایران رو با اون مدل عقب افتاده‌ای که در ذهن خودش هست تطبیق بده. این غیر ممکنه و ملت ایران الان دارن به آقای خامنه‌ای این غیر ممکن بودن رو در خیابون‌ها فریاد می‌زدن و می‌زنند و من فکر نمی‌کنم که اتفاقاتی که داره تو ایران می‌افته، همونطوری که خانم حسینی گفتن، به هیچ وجه به پایانی خواهد رسید، مگر اینکه در پایان این اتفاقات از بین رفتن و جمع جور کردن حکومت جمهوری اسلامی واقعا پایانگر یه همچین روابط نامیمونی که در ظرف 43 سال گذشته در ایران برقرار بوده باشه. نکته بسیار جالبی گفتین دکتر کنگرلی، و اون که وجود زنان، حضور زنان در جامعه که اونا میخوان زندگی بکنن، نه اینکه به قول اون آقای آیت الله که من گذشته بودم گفت بود زنان باید برن پشت پستو خودشون رو نگهداری بکنن. واقعا این حقیقتیه. خانم حسینی، شما اگر بخواین که اضافه بکنید به مطالبی که دکتر کنگر فرمودن، شما چی
اضافه میتونیم بکنیم که بعد بریم به آخرین موضوع برنامه، یعنی سابجکت موضوع که راجع به رهبران اپوزیسیون هست، که من اینو قبل از اینکه دکتر کنگلو بره میخواستم ازش این سوال بکنم که نظرشون راجع به لیبرال دموکراسی چیست و رهبران اپوزیسیون در این مورد کیا هستن، که البته فرصتمون کم هست. خواهش میکنم خانم حسینی اگه ممکنه کوتاه بفرمایید راجع به این مطالب که ما برگردم به موضوع رو از آقای دکتر کنگلو سوال بکنم. بفرمایید. من فقط به طور خلاصه اگر بگم، اون کارگری که اونجوری صحبت کرد واقعا هیچی برای از دست دادن دیگه نداره، و این صدای میلیون ها نفر از هموطنان ما در داخل هست. ببینید آقای افشینجان، وضعیتی که ما داریم این هست. از نظر داخلی حکومت نه مشروعیت داره، نه میتونه مشکلات رو حل بکنه، نه میتونه مدیریت بکنه، نه میتونه کنترل بکنه. تنها چیزی که الان در دست داره این هستش که دو تا دست از یک بدن سوخته با اسلحه در مقابل مردم ایستاده. این از نظر داخلی. از نظر منطقه‌ای خب ما میبینیم در لبنان حزب الله باخت، این همه پول خرجش کرد. در عراق چند ماه پیش دوباره در انتخابات طرفداران جمهوری اسلامی باختن، و جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک جوری به هر حال این مسئله رو باز به نفع خودشون حل بکنه. خب نگاه میکنیم به وضعیت یمن، نگاه میکنیم به وضعیت سوریه. در منطقه واقعا چی برای جمهوری اسلامی باقی مونده؟ این همه خرج کرد به کجا رفت؟ از نظر بین‌المللی هم خب شما نگاه کنید به حمله روسیه به اوکراین. برای کشور ما غیر از بدبختی هیچ نتیجه نخواهد داد، چون روسیه نمیتونه به اون اهدافی که داشته دست پیدا بکنه. وقتی روسیه نتونه به اهدافش برسه، بدون شک کشور ما هم، در واقع این حکومت، نه مردم ما نه کشور ما، این حکومت با روسیه با هم دوتاشون میرن پیکارشون. و مجموعا میخوام بگم که در یک وضعیت بحرانی هست و هیچ چارهی غیر از این که به قول آقای کنگلو علی خامنه ای بره و مردم ایران رو رها کنه، هیچ چاره دیگه باقی نمید. بله دکتر کنگلو، راجب پرسش قبلی من راجب لیبرال دموکراسی و رهبران این اپوزیسیون کیا هستن، نظر شما چی هست و چه پیشنهادی دارین راجب این موضوع؟ من فکر کنم این پرسش بسیار مهم و کلیدی و اساسی هست. من فکر کنم که دنیای لیبرال دموکراسی تصمیم جدی گرفته و عزمش رو جزم کرده که اون نوعی که دنیا رو به شکل گلوبالیزه اداره میکرد در ظرف 40 سال گذشته، با اون سناریویی که آوردن چین به دنیا، به بازارهای اقتصادی آزاد دنیا باعث شکاف بین روسیه و چین میشه و این اجازه میده که دنیای لیبرال دموکراسی اردوگاه سوسیالیسم و کمونیسم رو شکست بده، که داد در مقطع خودش، در زمان خودش، در دهه 70 و 80 و 90 راه حل درستی بود و بسیار واقعا باهوش بود، راه حل هوشمندی بود که تونست که پشت سوسیالیسم رو و کمونیسم رو به زمین بزنه. ولی بعد از این دلیل، اون دلیلی رو که چین رو به دنیای بازارهای آزاد اقتصادی دنیا آوردن، به نظر میرسه که غرب یادش رفت به چه دلیل چین رو آورده بوده و اجازه داد که چین دارای شکوفایی اقتصادی بی‌نظیری در تاریخ بشر بشه، طوری که یادش بره که به چه دلیل این شکوفایی اقتصادی داره تو چین اتفاق میفته. ما توی فارسی میگیم سگ توی سایه دیوار خوابیده، فکر میکنه سایه دمش خوابیده. چین فکر میکنه که این شکوفایی اقتصادی رو مدیون کار خودش رو نمیدونم، مدیون مرغوبیت نیروی کار یا سوادی که کارگران چینی و مهندسین چینی و تکنیسیان چینی دارن، ولی نمیدونه که تا قبل از اینی که غرب اجازه جریان سرمایه و جریان فناوری به چین بده، همون چین با همون مردم با همون فرهنگ کنفوسیوسی واقعا 400 میلیون گرسنه بودن و به هیچ وجه هیچ قابلیتی از نظر تکنولوژیک و اقتصادی که قابل عرضه به بازار جهانی باشه نداشتن. این جریان سرمایه و فناوری غرب بود که این شکوفایی اقتصادی رو باعث شد، و چین به وسیله عوض کردن اسب‌هاش وسط بازی، یعنی
ناگهان سرمایه گذاری عظیم کردن روی صنایع نظامی، اونم روی صنایع نظامی استراتژیک، مثل ساختن بمب‌افکن‌های دوربرد، مثل ساختن ناوهای هواپیما بر، مثل ساختن سلاح‌های فضایی و اینا، شروع کرد به رقابت کردن با غرب و مشخصاً با آمریکا و شروع کرد به کارهایی توی دریای چین جنوبی مثل ساختن 300 تا جزیره مصنوعی و به طور کلی به غرب نشون داد که داره خودش رو آماده میکنه برای رقابت تسلیحاتی جدید. تا یه مدتی غرب اینو نادیده گرفت، ولی از زمان اوباما به این طرف، صرف نظر از اینی که چه کسی توی کاخ سفید هست، چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات، آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن که راه خودشون رو از چین و روسیه جدا بکنن. البته نمیخواستن هر دو رو در یه زمان بکنن، ولی اتفاقی که با در اوکراین افتاد باعث شد که امریکا و غرب مجبور بشن این دو کار رو همزمان بکنن، یعنی طلاق اقتصادی با چین و تبدیل روسیه به یک کشور جهان سوم بعد از حمله به اوکراین. این دوتا تصمیم، این تصمیمات در بروکسل و در واشنگتن گرفته شده و به هیچ وجه تغییرپذیر نیست و هر کسی که یه همچین تحلیلی داشته باشه در پرده آهنین جدیدی که داره پایین میاد و دنیا رو دوباره به دو اردوگاه تقسیم میکنه، میتونه طرف آفتابی این پرده قرار بگیره، نه طرف تاریکش، یعنی طرف دنیای آزاد، طرف شکوفایی اقتصادی و طرف لیبرال دموکراسی. برگردم به پرسشی که شما کردین و این پس زمینه لازم بود برای پرسش، پاسخ به پرسش شما. من فکر میکنم که لیبرال دموکراسی آینده ایرانه. اون چیزی که ایران در توان خودش داره، اون پتانسیل هایی که داره، منابع زیرزمینی که داره، قابلیت توسعه انسانی که داره، موقعیت سوق و جشی که داره، فرهنگ باستانی و قدیمی که داره، ادبیات و شعر و واقعا اون نثری که در درون زبان فارسی وجود داره، تمام اینا نقاط پرقدرت ایرانه که میتونه در دقیقاً شبیه مشخصاتی که آلمان در اروپا داشته، میتونه ایران رو به یک قطب اقتصادی بزرگ دنیا و یک متحد بسیار مهم و کلیدی دنیای لیبرال دموکراسی تقسیم بکنه، تبدیل بکنه. حالا بزرگترین مانع سر این کار کیه؟ اولا میشه گفت که بزرگترین مانعی که قدرت دستشه علی خامنه ای و جمهوری اسلامیه، ولی یه مانع دیگه هم وجود داره و اون مانع اینه که در درون اپوزیسیون ایران رهبری که واقعا این ایدئال رو، یعنی پیوستن به اردوگاه لیبرال دموکراسی رو، که پیوستن، قصد پیوستن به اردوگاه لیبرال دموکراسی، یه چیزی لازم داره. شما باید اول به این جمع‌بندی رسیده باشین که دنیای آینده دنیای لیبرال دموکراسیه. اگر یک همچین تحلیلی داشته باشین، اون وقت سعی به پیوستن برنده این مسابقه میکنین. حالا به نظر من در میون اکثر قریب به اتفاق اپوزیسیون یا رهبران اپوزیسیون، یک همچین تحلیلی که لیبرال دموکراسی رو آینده دنیا بدونه وجود نداره. من تنها رهبری رو که میبینم که میتونه منافع ایران رو بر اساس ایرانی که روی فلسفه لیبرال دموکراسی درست شده باشه بتونه درست بکنه، شاهزاده رضا پهلوی. به نظر من شاهزاده رضا پهلوی هم اصول لیبرال دموکراسی رو میفهمه، هم خودش، شخصیتش، فرهنگش و گذشته تاریخیش از اون جایی که اومده به هیچ وجه تضادی با دنیای لیبرال دموکراسی نداره. میتونه با کشورهایی که با رهبران کشورهای لیبرال دموکراسی به سادگی به زبان خودشون صحبت بکنه و به طور کلی ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که تا اپوزیسیون پشت شاهزاده رضا پهلوی نه تنها به دلیل خون پهلوی در رگهاش در جریان بودن، بلکه به دلیل اینی که بهترین رهبری هست که میتونه منافع لیبرال دموکراسی رو که منافع استراتژیک آینده ایران هست، همینطوری که الان داریم میبینیم روسیه داره نفت و گازش رو از اروپا دریغ میکنه، در ظرف یک سال آینده نفت و گاز و زغال سنگ روسیه و تمام مواد معدنیش از بازار غرب حذف میشه و ایران یک شرایط تاریخی عظیمی براش ایجاد شده که جای روسیه رو در دنیای غرب پر بکنه و تنها مانعش اینه که ایرانی ها با همینطوری حرکاتی که شما میبینید که اردوغان داره میکنه و غرب دوستش ندارن این حرکاتشو، ایران باید نشون بده که به فلسفه لیبرال دموکراسی تعلق خاطر داره و چون حکومت جمهوری اسلامی این قابلیت نداره، این وظیفه سنگین به دوش رهبران اپوزیسیون میفته و در میون فقط شاهزاده رضا پهلوی به نظر من میتونه این کار عظیم رو انجام بده و گذار ما رو به دموکراسی بسیار مسالمت‌آمیز و سریع بکنه. بله، مطلب مهمی در قسمت آخر فرمایشتون گفتین، ولی
این 50% قضیه است. 50% دیگه این که ایشون قبول بکنه که این کار به صورتی که همه ما انتظار داریم، چون من در یک برنامه دیگه اخیراً گفتن که نمیخوام، ولی در حقیقت ایشون به عنوان یک انسان، به عنوان یک ایرانی وظیفه دارن که بیان حداقل این مجموعه اپوزیسیون رو به هم دیگه بچسبونن. و من فکر می‌کنم یکی از دلایل اینی که ایشون واقعا آنقدر به شدت و حدتی که من دارم میگم به این تلاش نمیپیوندن، به خاطر اینکه به خاطر اون چیزی که دفعه قبل قبلا گفتم، 5 دقیقه پیش گفتم، به خاطر میبینم به طور کلی اون طیف وسیعی که بهشون میگیم رهبران اپوزیسیون، در میون اینها اصلا دلبستگی به دنیای لیبرال دموکراسی وجود نداره. آخه شما چطور میتونین با یه عده کمونیست و چپ و نمیدونم مجاهدین و کسانی که هنوز ضدیت با خاندان پهلوی براشون شرایط عضویت در اپوزیسیون رو ایجاد میکنه، نه دلبستگی به لیبرال دموکراسی. من فکر کنم که اگر رهبران اپوزیسیون به یک همچین تحلیلی تن در بدن، بپذیرنش در خلال یک گفتمان بسیار بسیار جدی و صمیمانه، بعد شما خواهید دید که شاهزاده رضا پهلوی هم به این تلاش خواهند پیوست. من به شما قول میدم راجع به موضوع بازم صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که خانم حسینی هم در این مورد به ما بپیوندن. حتی ممکنه ما بتونیم یک میزگرد کوچیکی رو ترتیب بدیم با تعداد افراد بیشتر. خانم حسینی 30 ثانیه شما فرصت داری، البته وقت ما تموم شده. من از آقای فرزاد خواهش میکنم 30 ثانیه فرصت بدن، اگر چیزی هست بفرمایید، وگرنه برای دفعه دیگه من از شما قول میگیرم که به زودی در خدمتتون باشیم. بفرمایید. ممنونم آقای افشین جان. راستش من فکر میکنم که اوضاع ایران خیلی متفاوت هست. یه مقدار تحلیل سیاسی من با آقای کگرلو فرق میکنه. آقای رضا پهلوی حاضر نیستن که بیان مسئولیت بگیرن و به نظر من امروز ایشون یکی از کسانی هستن که مانع ایجاد کردن. باید هر چیز زودتر تکلیف خودشون رو روشن بکنن، بگن که آیا هستن، میتونن رهبری برای رهبری آماده هستن یا نیستن. اگر این کار رو بکنن یک مشکل اصلی اپوزیسیون به نظر من حل میشه. دوم، با توجه به شرایطی که در داخل کشور من میدونم، بخشی از مردم به دنبال آقای رضا پهلوی هستن، ولی بخش اصلی به دنبال رهبری جمعی نه رهبری فردی و بهرحال نجات کشور به شکلی که خودشون میخوان، با اهدافی که خودشون میخوان پیش ببرن. در نتیجه من فکر میکنم که یه مقدار اون واقعیت هایی که در جامعه وجود داره به اون بیشتر توجه بکنیم. مرسی. بله، خیلی ممنون. میدونم که بحث بسیار بسیار طولانی خواهد بود و جالب، و مطمئنم بینندگان و نظر خواهند داد و امیدوارم که در آتی خیلی خیلی نزدیک در خدمتتون باشیم. باز هم سپاسگزارم دکتر کنگلو، خانم حسینی، دکتر حسینی، بسیار سپاسگزارم از شما. روزتون بخیر. سپاس از شما. زیباترین من ای سرزمین من، ای ذره ذره عشقت یقین من، من منی تاج سر منی، من کودک تو.